بیار باده که امشب هوای مهی دارم. سلام، همینجا شروع بکنیم. در میان خبرهای بدی که از در دیوار میرسه، یک خبر خوب هم آمد و اون خبر خوب این استش که در امارات متحده عربی که در جنوب خلیج فارس، شیخ نشینان عرب در اونجا شرب خمر، یعنی خوردن تکیلا و ویسکی و کنیاک و این چیزا آزاد شده و روابط زن و مرد، دختر و پسر، نامحرم، یه در واقع زنا، هرچی اسمشو بذاری، در ایران اسم زیبای ازدواج سفید رو گذاشتن برای جوانانی که یا مظهر کسی به هر سنانی که زن و مرد بخواد راحت بدون دخالت یا خوند که بیار عقدشون کنه با هم زندگی کنن و در دبی و ابوظبی و شارجه و اونورا این قضیه به کلی آزاد شده. مشروبات الکلی، روابط آزاد زن و مرد و سختگیری راجع به قتل‌های ناموسی و زنکشی‌هایی که در جمهوری اسلامی معمولاً چندان که قاتل رو مجازات نمی کنن، گاهی یه جورایی یه جایزه هم بهشون میدن. بیار باده که امشب هوای می دارم، دلی کنار دل مردم دبی دارم، رهین مرحمت شیخ آل نهیانم، چه نفرتی که ز شیخان ملک ری دارم، چنین که شیخ ز امنیت زنان گفته، پی سلامتیش لب به جام می دارم. اجازه داد به عشق و به ازدواج سفید، عجب از این همه راهی که کرده طی دارم. بشر فراتر از اسلام در امارات است، بشر فراتر از اسلام در امارات است، من این امید در ایران خیش کی دارم. اگرچه کار بزرگی است کار حضرت شیخ، هنوز مطلب جامانده ای ز پی دارم. به نام حق بشر حال از او تقاضای توجهی به زن و مرد های گی دارم. از اینکه قصه اعدامشان در ایران هست، امید همدلی از حاکم دبی دارم. اگر پناهشان بدهد شیخ نیک آوازه، سپاس از طرف هرچه گی زوی دارم. بریز باده که نوشیدنش حلال شده، نکن مزیغه که از صاحبش اوکی دارم. بریز باده که از بی خراب شدم امشب، حتی صباح به لب الدلی دلی دارم. حتی صباح یعنی تا صبح، دلی دلی میکنم به عربی، الدلی دلی. حالا این شیخ محترم، شیخ زاهد آل نهیان که حاکم ابوظبی هستند و تمام امارات زیر نظر ایشونه و در دبی رتق و فتق امور میفرمایند، حالا با خودش میگه این بابا اومد تشکر کنه، یا اومد یه چیزی هم طلب کنه.
کار باشه. ولی طلب کردم، تقاضا کردم از ایشون که به گی های ایرانی، گی به معنی مردان همجنسگرا و همجنسگرا بود که اخیرا در غرب دیگه زنها رو هم که لزبیان میگفتن، کلن زن و مردهای همجنسخواه دیگر باش همجنسگرا رو گی اطلاق میکنند، از هر جنس و گروه. و خیلی هاشون گمانم که رفته باشن قبلن ها هم به امارات عربی. این یک قدم بزرگیه که برداشته میشه در یک کشور اسلامی، این هم در رابطه با آشنایی و دوستیشون با اسرائیل هستش. به گمانم هر حال میتونه مملکت اسلامی باشه که امیدوارم نباشه، هیچ مملکت مذهبی نباشه، اما به هر حال حقوق بشر رو که به افراد رعایت کنه. بیار باقی که امشب هوای می دارم، دلی کنار دل مردم دبی دارم، رحیم مرحمت شیخ آل نهیانم، رحیم مرحمت شیخ آل نهیانم، چه نفرتی که ز شیخان ملک ری دارم، چنین که شیخ ز امنیت زنان گفته، پی سلامتیش لب به جام می دارم، اجازه داده به عشق و به ازدواج سفید، عجب از این همه راهی که کرده تی دارم، بشر فراتر از اسلام در امارات است، من این امید در ایران خیش کی دارم، اگر چه کار بزرگی است کار حضرت شیخ، هنوز مطلب جا مانده ای ز پی دارم، به نام حق بشر حال از او تقاضای توجهی بزن و مردهای گی دارم، از اینکه قصه اعدامشان در ایران هست امید همدلی از حاکم دبی دارم، اگر پناهشان بدهد شیخ نیک آوازه، سپاس از طرف هر چگی زوی دارم، بریز باده که نوشیدنش حلال شده، نکن مزیقه که از صاحبش اوکی دارم، بریز باده که از بی خراب شدم امشب، حتی صباح به لب الدلی دلی دارم دلی. با انتخاب شدن آقای جو بایدن به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهایی شدنش به کاخ سفید همراه معاونش خانم کامیلا هریس که بانو ایست، به قول اینا رنگین پوست، به هر حال حالا بفرمایید سیاه پوست شکلاتی پوست به نظر من، حالا این صحبت هست و این امید رو دارن میدن به زنان آینده و دختران جوان که شما میتونید از امروز امیدوار باشید که در آینده معاون رئیس جمهوری یا رئیس جمهوری آمریکا باشید، چنان که خانم سناتور هریس فعلا تا معاونت رسیده. در ایران ما هم زنانی هستن، حتی زنان محجبه، یعنی به خصوص یا حتی هیچ کدومشو نمیخوام بگم، که از هر قماش با حجاب و بی حجاب و کم حجاب و بد حجاب که این لیاقت ها رو دارن. یک خانمی رو من الان بهتون نشون میدم که بانوی با حجابی است ولی حرفای خوب میزنه. خواهش میکنم که ببینید و ببینید که ما هم در ایران همون میتونیم مصلحان از جنس لطیف هم داشته باشیم. حالا بفرمایید بخشید، مثل این که صدا نمیاد،
الان من درستش میکنم. این خانم داره میگه که ما باید انسانیت رو ترویج بدیم، ما باید که مواظب باشیم که فقرا در حالت خوبی باشن. ترجمه میکنم، بنده صدایی نیامده ایشان رو برای شما که میگوید من این انگشترم رو در میارم و میدم به مستضعفین و دستبند طلای خودش رو میگه که میگه اصلا من فهرست تهیه کردم که تمام خانه و بله صدا الان درست میشه، صدای اصلیشون تمام خانه و زندگی و ماشین و ویلامو تو این فهرست تو اینجا و اینجا میگن من برای مستضعفا آذوقه تهیه میکنم، هر جور میوه‌ای که لازم دارن براشون میارم، هر چی داشته باشم بهشون میدم و داره بسته‌بندی میکنه دونه دونه با دقت کیسه نایلونی تمیز و بهداشتی و ایوا این گذاشت تو کیف خودش. آه داره میره. آه چی؟ یک دفعه دیگه میگه اگه صدای منو پخش نکنید من دیگه اینجا نمیام. کار درست همینه که من صدام پخش به این میگن کار درست. آه معذرت بخوام، من اصلا نمیدونستم که ایشون آخرش چیکار داره میکنه و صدای ایشون رو هم نمیشنیدم، ولی آبرو داره میکردم برای که نقص فنی رو به هر حال پوشش بدم تا صدا درست بشه. صدا درست شد از اول، براتون میذارم بفرمایید. حرف آخر پیامبر صلی الله میفرماید هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد بگه به تو چه، خودم میدونم، بگه نماز نخون، بگه دوست دارم. حدیثشم تو کتاب بهار الانوار جلد 103 صفحه 244. اینجا شو دقت کنین، این خانم که داره بقیه رو ارشاد میکنه اخلاقش درست مثل اون وزیر ارشاد اسفقشنه. او هم هر کتابی رو میخون میومد گفت صفحه این کتاب این مطلب این، حتی میگو کجای صفحه بالا پایینه یا وسط، توی بی بی سی میگفت این هم اخلاقش اون یا اینا، همه اخلاقشون در همون مخلوط و ذوب شده است. بقیهش رو دقت کنید، بهار الانوار جلد 103 صفحه 244. زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از اون نمیپذیرد. خدای قدیه. هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند، هرچند روزها را روزه بگیرد و شبها را به عبادت مشغول شود. شوهر بعدی چه میشه آقا؟ انگار صدا دوباره رفت. این کامیلا هریس آینده دوستب کنید. حالا یک خانومی از فرصت آب خوردن ایشون استفاده میکنه و میپرسه که اگر شوهر بد باشن چی، اگر شوهر بد باشه چی. متهم خانومه ایشونو حاج آقا حساب میکنه، خطاب میکنه و این خانم بیان که به روی خودش اون حاج آقا رو بیاره، کلن سوال کردن این خانم رو بهانه میکنه و ببینید که چطوری جوابش رو میده. شوهر بعدی چه میشه آقا؟ الان وایسی یه ذره آخرشو، دیر اومدی نخواب زود برو، شما الان رسیدی میتونستی دهنتو ببندی، شاید شوهرت برای همین بده. آها برای همین زبورته. چرا نرسیدی از ما حرف میزنی؟ یه بار دیگه حرف بزن، دهنتو ببند، دهنتو ببند، همینی که بلنشو برو، چون نرسیدی داری از شوهرت میگی. اگه راست میگی خودت بگو، چون تو نذاشتی حرفمو تموم کنم که تو این روایت ننوشته اگه شوهر بد بود، اگه شوهر معتاد بود، اگه شوهر پول نمیداد. گفت همه شوهرا. اگه راست میگی شوهرت بده یه زنگ بزن دفتر مرجعت، اگه راست میگی طلاق بگیر.
التماس دعا. وقتی ایشونو را ندادیم یا خفش کردید من میام شلست. به این میگن کار درست. یا ایشون از اینجا بیرون میکنید یا خفش. ای بابا خانومه رو عصبانی کردن، همه رو جمع کرد گذاشتی کیفش رفت. بله جمع کرد و رفت و شرطم گذاشت که اون خانومه رو که گفته بوده بهش آجقا و این بره خودش نیابد آجقا شو، اما دیگه باید راه ندید تا من دوباره بیام تو پیشم پره. و جالبتر اینه که اون وره این دوربین و این تصویر یک زنانی هستن که این خانم رو دعوت کردند و اتومبیل دنبالش فرستادن یا ماشین براش کرایه کردند و پذیرایی کردند و آذوقه براش فراهم کردند که بیاد و اینها رو ارشاد بکنه. اونها رو اونها امتند و این حکومت همه رو میبره دو قرط و نیمشم باقی هدازه. و اون وقت ما توقع داشتیم ترامپ بیاد حالا حکومت رو همه خانومه رو بندازه که این شیشتا ترامپ و پنجتا پومپئو رو یه جا قرط میده، سه تا روحانی و دو تا ظریف هم آروخ میزنه. و ما چقدر دلمون خوش بود. و حالا با رفتن ترامپ ملت ما بهتر متوجه میشه که به امید کسی نباشه که بیاد این حکومت رو ساقط کنه. با بایدن، با آمریکا، با این خانومه، با هر کس که لازم باشه می جنگیم میهن خودمون رو آزاد میکنی. ولی بیدن خانومه اینجوری میوار رو بردن برای خود دستمند طلا شدیدین. بله دم شما گرم که تا اینجا برنامه با من همراه بودی. وگرنه تنهایی میترسیدن. مثنوی مناظره شغال و شیخ بر سر پرخوری. توی راهی به هومه خلخال همراه هم شدند شیخ و شغال. گفت با شیخ آن شغال جسور که تو در پرخوری شدی مشهور. همه گویند چون رسی به خوراک یک کتازی و چابک و چالاک. لیک هرچه زرنگ هم باشی پیش ما خرده پایی و ناشی. ما شغالان شگردها داریم، توی این خطه مافیا داریم. مافیای شکار مرغ و خروس تا شتر مرغ و کرکس و طاووس. هرچه باشی در این جهت فعال نرسی تو به گرد پای شغال. مناظره ادامه داره. پاسخش داد شیخ ها 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 روی معده نگو سخن با ما. گفت با او شغال یک دنده به تو ثابت نماید این بنده. از قضا بعد مدتی کوتاه شد پدیدار لانه این سر راه. توی آن از پرندگان همه جور مرغ‌ها و خروس‌ها به وفور. ناگهان بازگشت نیش شغال گفت با شیخ راضی و خوشحال. شرط رو کم کنی که من فوری بخورم جمله را همینطوری. شیخ باور نکرد و بستان شد که کلام شغال باشد پر.
کرد، گفت با او شغال، پس لطفا 2 دقیقه بکش کنار از من. شیخ رفت و 2 دقیقه بگذشت تا دوباره به آن مکان برگشت. دید آقا شغال را خوشحال، شکمش مثل کوه گشت شغال، بل کرده هرانچه مرغ و خروس، شرط را برده و نموده جلوس. شیر یک لحظه زیر لب خندید، بعد جست و شغال را بلعید. کلیپ ویدیویی بچه‌های آبان رو من با چند تن از دوستان هنرمندمون در لندن درست کردم به سفارش بنیاد هنر در لس آنجلس در سالگرد آبانی که جوانهای ما رو به گلوله بستند. این رو ببینید. گیتار من ساکت نمیشه، پژواک اون میمونه تا همیشه، فریاد من خاموشی نداره، یاد من فراموشی نداره. جونم کارو بهتر میشه، بزن گیتار، بارون بدا، بزن گیتار، بزن گیتار، بزن گیتار. بیا بیرون ز قاب عکس رو دیوار، تو یک نفسی، تو یک فکری، تو فریادی، بزن در مایه فردای آزادی. بزن گیتار، میکتاب و یاران، یاران، یاران آبان، در آسمان فردای ایران، آبی درخشان، درخشان، آبی، آبی درخشان، درخشان. بزن گیتار، تا هفته آینده با همه غم‌هایی که دارید و داریم براتون شفا و روزهای تحت امکان خوش آرزو میکنم. به سلامتی شیخ امارات می بزنید.